دولت جدید میانمار همچنان به سیاست های دولت قبلی این کشور در اعمال اقدامات نجات پرستانه و تبیزامیز علیه اقلیت مسلمان روهینگیا ادامه می دهد. در همین راستا امسال نیز همچون سالهای گذشته مسلمانان میانمار از ادای فریزه حج تمتو محروم شدند. با وجود انتقال قدرت در میانمار و روی کار آمدن دولتی که مدعی پایبندی به دموکراسی و رعایت حقوق بشر است، مسلمانان همچنان از داشتن کارت شناسایی و پاسپورت محروم هستند. دولت میانمار در سال 1982 میلادی در تصمیم نجات پرستانه مسلمانان روهینگیا را نژادی غیر بومی بیگانه و خارجی معرفی و تاکید کرد که مسلمانان روهینگیا شهروند اصیل این کشور محسوب نمی شوند. به موجب این تصمیم اقلیت مسلمان روهینگیا از حقوق شهروندی محروم و به عنوان نژادی غیر اصیل و بیگانه در این کشور معرفی شدند. چند روز پیش بانکیمون دبیر کل سازمان ملل برای حضور در نشستی در راستای اجرای قوانین حقوق بشری و از بین بردن تبعیض در میانمار شرکت کرده بود